به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان. میلاد مرادی هستم، کارشناسی ارشد مخابرات سیستم، در خدمتتونم با آموزش برق خودرو و ایبیابی اون. دقت نظر داشته باشن عزیزان، ما دوره های مختلفی توی حوزه برق خودرو داریم. دو تا دوره عمومی داریم، سیستم انژکتور و باتری سازی خودرو، که ما تو این آموزش سعی میکنیم سرفصل های این دوتا دوره رو کامل پوشش بدیم و تمام مباحث رو به صورت یک آموزش خدمتون ارائه میدیم. یعنی آموزش ما هم شامل باتری سازی خودرو هست و هم شامل سیستم انژکتور. دوره های مالتیپلکس، تعمیرات ECU، عرضم به خدمتون ریمپ کردن و دوره های از این قبیل که شاید اسممون به گوشتون خورده باشه بمونه برای آموزش های بعدی. ما اینجا میخوایم بیس کار، یعنی اساس کار برق خودرو رو با هم دیگه شروع کنیم. فصل اول آموزش ما سیستم شارژ و استارت خودرو هستش. جلسه اول ما مربوط به باتری خودرو هست. می‌خوایم ببینیم که باتری خودرو چه مشخصاتی داره. خب اینجا شما تصویر باتری خودرو رو می‌بینید. شاید دفعات زیادی باشه که این شکل رو می‌بینید. کاپوت ماشین رو که بالا بزنید، اولین چیزی که شاید به چشمتون بیاد همین باتری است. این باتری که میبینید روی خودروهای سواری ما داره ولتاژ 12 هستش، به صورت ولتاژ دی سی. عزیزان دقت کنید، ما دوتا ولتاژ داریم، یا ولتاژ دی سی هست که بهش میگن ولتاژ ثابت، یا ولتاژ ای سی هست که به صورت نوسانی هست، یعنی فریکانس دار هست، که برق خونه ها همون ولتاژ ای سی هستش، 220 ولت ای سی. پس ما توی این قسمت متوجه شدیم که باتری خودرو 12 ولت دی سی یعنی ثابت هستش. وزن این باتری با توجه به آمپر اون متغیر از 12 کیلوگرم تا 20 کیلوگرم هستش میتونه تغییر کنه، یعنی هرچی آمپر بیشتر باشه خب طبیعتاً وزن باتری بیشتر و سایز و ابعاد اون هم بزرگتر هستش. مورد بعدی آمپر این باتری هاست. با توجه به استانداردهای اون شرکتی که خودرو رو میسازه، آمپر باتری میتونه از 5 آمپر تا 90 آمپر تغییر کنه، که توی اسلاید های بعدی خدمتتون میگم واسه خودروهای ایرانی کدوم آمپرها استاندارد هستن و باید از اون استانداردها تبعیت کنید. مورد بعدی اینه که ما کلا دو نوع باتری داریم، باتری اسیدی و باتری اتمی. قدیم ما از باتری های اسیدی استفاده می شد، الان توی بازار خیلی کمتر شدن و باتری های اتمی جایگزین باتری های اسیدی شدن، که توی اسلاید های بعدی تفاوت این دوتا رو خدمتون عرض می کنم. و نکته مهم اینه که باتری خودرو قابل شارژ هست. اینجوری نیست که ما باتری رو استفاده کنیم یک هفته شارژش تموم بشه مجبور بشیم یک باتری دیگه بخریم. معمولا باتری ها 2 الی 3 سال روی ماشین ما جواب میدن و به کمک آلترناتور یا اسم عامیانه اون که به دینام شناخته میشه شارژ میشه. کلمه دینام اشتباه است، توی جلسات بعدی میگم چرا اشتباه، اما معمولا عرف شده بین تعمیرکارا، بین مردم میگن دینام ماشین. اصل کلمه آلترناتور است. خب ما اینجا میخواییم تفاوت باتری اسیدی و اتمی رو خدمتون عرض کنیم. اول مشخصات باتری اسیدی رو میگیم. مایع درون باتری اسیدی الکترولیت 65% اون رو آب تشکیل میده و 35% دیگر رو اسید تشکیل میده. 6 تا درپوش روی باتری وجود داره که برای اضافه کردن اسید است، یا اسید قبلیش رو خارج کنی اسید تازه داخل اون بریزی. مورد بعدی اینه که این باتری ها نیاز به مراقبت دارن، یعنی اسیدشون کم میشه، همونطور که گفتم خدمتون توی این درپوش ها باید شما اسید بریزید و مراقبتش یک خورده سخت است. این باتری ها قدرت استارت زدنشون برای ماشین یک خورده کم هست. مورد بعدی اینه که طول عمر باتری های اسیدی به علت اینکه مدام اسید اونها کم یا زیاد میشه کم هست و باتری خیلی زود آسیب میبینه. در مقابل باتری اسیدی ما باتری اتمی رو داریم که روی 80-90% خودروها الان باتری اتمی نصب میشه، استفاده میشه. توی بازار هم برید باتری های اتمی رو میبینید. اینجا هم مایع درون باتری اتمی الکترولیت هست، دقیقا مشابه باتری اسیدی است. یک تفکر اشتباهی است بین مردم که میگن باتری های اتمی اصلا هیچ مایعی داخل اون نیست، به اصطلاح مردم میگن هیچ اسیدی داخل اون نیست. این اشتباهه، دقیقا داخل باتری اتمی هم اسید هست، اما دیگه درپوش وجود نداره، یعنی شما نمیتونید به اون اسید اضافه کنید یا اسیدش رو خارج کنید، که توسط شرکت پلم شده. مورد بعدی اینه که به این نوع باتری ها مینتیننس فری میگن. یعنی چی؟ یعنی اینا نیاز به مراقبت ندارن، از شرکت که پلم میشن میان دست
کاربر یا به اصطلاح همون مشتری که میخواد ازشون استفاده کنه تا وقتی که باتری کار میکنه سالم هستش، قابل استفاده است. اگر خراب بشه دیگه قابل تعمیر توسط شخص نیست، یعنی شخص نمیتونه به اون اسید اضافه کنه. خب این باتری ها یه ویژگی خوب دارن، وقتی که میخوای به خودرو استارت بزنی قدرت این باتری ها بسیار زیاد هستش استارت به باتری اسیدی و طول عمر اونا بیشتره، چون مقدار اسید اونها کم یا زیاد نمیشه و در نتیجه آسیب نمیبینه. خب تو این اسلاید میخوایم شکل ظاهری باتری اسیدی و باتری اتمی رو ببینیم. اینجا باتری اسیدی رو میبینید، اون قسمت 6 تا درپوشی هست که میتونید اونها رو باز کنید، اسید داخل باتری رو خارج کنید یا بهش اسید اضافه کنید. اینجا قطب آبی و قرمز رو میبینید، قطب مثبت قرمز رنگ، قطب آبی قطب منفی باتری هستش. در مقابل باتری اسیدی باتری اتمی رو داریم که شکلش رو اینجا میبینید. روی این باتری ها دیگه درپوش ها وجود ندارن توسط شرکت پلومشان، فقط شما قطب ها رو میبینید که معمولا استاندارد باتری اینه، قطب مثبت رو به رنگ قرمز و قطب منفی رو به رنگ مشکی نشون میدن. خب اینجا من میخوام خدمتتون عرض کنم که آمپر استاندارد باتری خودروهای ایران خودرو و سایپا چطور هستش. طبق این جدول من خودروهای معروفی رو که روزانه باهاش سر کار دارید و تو خیابون میبینید و تولید داخل هستن رو براتون اینجا آوردم. به عنوان مثال خودروی پراید آمپر استانداردش که توسط شرکت تعیین شده 50 آمپر هستش، یعنی اگر شما یک پراید نو رو از کمپانی بیرون بیارید باتری که روی نصب شده 50 آمپر هست، اما پیشنهاد میشه که 55 آمپر روی اون نصب کنید. این مفهومش این نیست که اگر شما یه خودروی 0 کیلومتر دارید سریع برید باتریش رو عوض کنید، نه. اگر 2 الی 3 سال کار کرد و باتریش آسیب دید و نیاز شد که شما باتری خودرو رو عوض کنید، پیشنهاد میشه که 55 آمپر ببندید. چرا؟ چون معمولا روی خودرو سیستم صوتی نصب میکنن، مصرف باتری بالا میره، پیشنهاد میشه که آمپرش بیشتر باشه. پس آمپر پیشنهادی تو این ستون یا مساوی آمپر استاندارد یا ازش بیشتره. ما هیچ وقت پیشنهاد نمیکنیم که شما آمپر خودرو رو پایین بیارید. یک ماشین دیگه ای هم که زیاد استفاده میشه پژو 405 پارس که موتورشون یکیه XU7 هستش، آمپر استاندارد 66. توی باتری سازی ها به شما پیشنهاد میکنن که باتری 74 آمپر ببندید. این آمپر پیشنهادی به این دلیل بیشتره که برای سیستم صوتی یا اینکه شما در طول شب اگر رانندگی میکنید چراغ‌هاتون روشنه، ممکنه کولر خودرو رو هم روشن کنید و از سیستم صوتیتون استفاده کنید. خب اینها همش مصرف آمپر رو بالا میبره و همین دلیل است که آمپر پیشنهادی همیشه یک مقداری از آمپر استاندارد بیشتر است. شما از این جدول میتونید استفاده کنید برای خودتون یا اگر خواستید برای خودرویی تعیین کنید که چه باتری با چه آمپری برای اون پیشنهاد میشه. خب عزیزان ما توی این اسلاید یک مدار بسیار ساده از مصرف برق باتری داریم توی خود رو که بسیار مهم هست. میخوام چند تا نکته مهم رو اینجا خدمتتون عرض کنم. تو این قسمت من باتری خود رو دارم، میبینید که قطب مثبت به رنگ قرمز و قطب منفی به رنگ مشکی دیده میشه. در وهله اول خود باتری به آلترناتور به صورت موازی وصل شده. دقت داشته باشید قطب مثبت باتری به قطب مثبت آلترناتور متصله و قطب منفی که ما اون رو توی الکترونیک به صورت شکل زمین نشون میدیم، اینجا من براتون نوشتم زمین یا هم قطب منفی، یکی از که توی خودرو بدنه موتور و بدنه خودرو هم به عنوان منفی در نظر گرفته میشه. یعنی شما هر جای بدنه خودرو رو بهش یک سیم وصل کنید انگار به قطب منفی باتری یک سیم وصل کردید، یا فرق نمیکنه به بدنه موتور رو هم اگر وصل کنید به همین شکل است. یعنی قطب منفی ما در واقع قطب منفی باتریه، بدنه موتور دوباره قطب منفی باتریه، بدنه خودرو هم قطب منفی باتری. اینو تا آخر آموزش در نظر داشته باشید. پس ما میگیم باتری خودرو به صورت موازی به آلترناتور متصل شده. از طرفی برق مثبت باتری میاد به سمت اتوماتیک استارت. اتوماتیک استارت یک قطعیه که وقتی که شما سویچ رو باز میکنید میاد برق رو به سمت خودش میکشه و موقع استارت زدن برق رو به خود استارت انتقال میده. یعنی استارت رو اگر ما بخوایم دسته‌بندی کنیم شامل دو قسمت، یک اتوماتیک استارت، دو موتور استارت. اول برق میاد توی این قسمت اتوماتیک استارت، وقتی که شما استارت میزنید اینجا سویچ اجازه میده که برق از داخل اتوماتیک به سمت موتور استارت انتقال پیدا کنه و خودرو استارت بخوره و روشن بشه. مورد بعدی اینه که
برق به سمت جعبه فیوزی که به اسم جعبه فیوز کالسکی اون رو میشناسن انتقال داده میشه. اینجا چند تا فیوز داخلش هست، برق اصلی خودرو توی این قسمت تامین میشه و به سمت مصرف کننده ها میرن، مثلا به سمت ECU یا فنهای جلوی رادیات شما و مواردی از این قبیل. پس به صورت خلاصه من خدمتتون عرض کنم، برق باتری اول به آلترناتور، دوم به اتوماتیک استارت و سوم به جعبه فیوز کالسکی میده و از اونجا پخش میشه و به قسمت‌های مختلف ماشین ارسال میشه. نکته مهم که یادتون نره این بود قطب منفی ما با بدنه موتور، با بدنه خودرو یکی هستش و منظور هم قطب منفی باتری است. اما شاید یکی از این براش سوال پیش بیاد، بعضی وقتا بعضی از مهندسین میگن یک تقویت قطب منفی روی باتریتون نصب کنید. این تقویت قطب منفی چیکار میکنه؟ میاد یک کابل ساده هست، شما به قطب منفی باتریتون رو وصل میکنید و به بدنه خودتون متصل میکنید. این باعث میشه که منفی شما دقیقاً یکسان سازی بشه. یعنی چی؟ ممکنه شما منفی باتری رو در حالت عادی با بدنه موتور بگیرید یکی باشه. چرا؟ چون منفی باتری متصل به بدنه موتوری. اون قطب منفیتون رو نگاه کنید، یک کابل ضخیم ارسال شده به بدنه موتور. موتور هم به بدنه خودرو وصله و منفی هم اینجور در حال چرخش است. اما چون این فلزها رسانایی کمی دارن، یعنی مس نیستن، معمولا آلومینیوم آهن هستن، خب باعث میشن مقداری قطب منفی شما ضعیف بشه. برای تقویت قطب منفی شما میتونید یک کابل ضخیم استفاده کنید، به قطب منفی باتریتون بزنید و اون رو مستقیم به بدنه خودرو متصل کنید. اینجوری یک کابل به موتور وصل شده از طرف شرکت، یک کابل هم شما به بدنه وصل میکنید و کامل قطب منفیتون یکسان میشه و میبینید که توی موقعی که مصرف ماشین بسیار بالاست، یعنی لامپا رو روشن کردید، کولر رو روشن کردید، سیستم صوتی خود رو روشنه، میبینید که چراغاتون دیگه ضعیف نمیشه. اما ممکنه توی بعضی از خودروها که تقویت کننده قطب منفی رو ندارن، ببینید وقتی که مصرفی ها بالاست نور لامپشون ضعیف میشه. به نام خدا، تو این جلسه از آموزش فیوز رو خدمتتون معرفی میکنم. میخوایم ببینیم که فیوز چیه و کجای خودرو استفاده میشه. شکلی رو که میبینی شکل یک فیوز هست. توی این قسمت پایین آمپر فیوز رو نوشته که 10 هست، یعنی این فیوز 10 آمپر است. اصلا فیوز میخواد چه کار رو برای ما انجام بده؟ مهمترین کاری که فیوز برای ما انجام میده و در واقع تنها کاری هم است که میتونه برای ما انجام بده، جلوگیری از عبور آمپر غیر مجاز است. یعنی چی؟ یعنی ما یک مسیر برقی رو داریم، میخوایم بیشتر از 10 آمپر از اون عبور نکنه. یک فیوز 10 آمپر سر راهون میذاریم، اگر آمپر بالا بره، یعنی مثلا 15 آمپر بشه، فیوز میسوزه، ارتباط قطع میشه و دیگه برق اون سیستم قطع میشه. فیوز در واقع برای ما خاصیت ایمنی رو ایجاد میکنه. خب فیوز خودرو از 1 آمپر داریم تا 40 آمپر که توی اسلاید بعدی رنگ بندیش رو خدمتون عرض میکنم. ما یک سری فیوز پلاستیکی داریم، فیوز شیشه‌ای داریم، سرامیکی و فلزی. خب اینجا دارید شما یک فیوز پلاستیکی رو میبینید. فیوزهای شیشه‌ای دقیقاً به همین شکل هستن، یک خورده روشن‌تر هستن. اون سیم داخل اون که در واقع اصل کار فیوز هست رو خیلی راحت‌تر توی فیوزهای شیشه‌ای می‌بینید. سرامیکی هم به همین شکل از جنس بدنه اون سرامیکه، در مقابل گرما و حرارت بسیار مقاومت خوبی داره. و فیوز آخر فیوز فلزی هست که مقاومتش بسیار بسیار بالاست. در واقع اون فیوز فقط برای قطع و وصل کردنه، یعنی مگر اینکه آمپر خیلی خیلی بالا بره و خود اون فلز رو بتونه ذوب کنه، که توی خودرو احتمال این کار بسیار بسیار پایین هستش. ما انواع فیوز با آمپرهای مختلف رو اینجا براتون به صورت جدول رنگ بندی کردیم. فیوز 1 آمپر توی خودرو همیشه به رنگ مشکی هست، فیوز 2 آمپر به رنگ توسی رنگ هست، رنگ بندی ها اینجا مشخص هست. جدول دوم را هم اینجا براتون آوردیم. مثلا فیوز 10 آمپر، هر جای ایران شما برید فیوز بخرید برای خودتون، اگر 10 آمپر رو انتخاب کنید به رنگ قرمز هست، یا اگر 15 آمپر رو انتخاب کنید به رنگ آبی هستش. خب شما با توجه به این رنگ ها میتونید اینها رو حفظ کنید و بدون اینکه زیر فیوز رو نگاه کنید و آمپر اون رو بخونید بفهمید که این فیوز چند آمپر است، و اگر سوخته بود بعدن خواستید تعمیرات انجام بدید، یک فیوز با همون رنگ، یعنی با همون آمپر، جایگزینی کنید و سیستم رو تعمیر کنید. مورد بعدی اینه که باتری به باتری دو خودرو رو داریم. میخوایم بدونیم که باتری به باتری اصلا چی هست و چه کاربردی داره. فرض کنید شما یک خودرو دارید که باتری اون ضعیف شده و دیگه قابلیت استارت زدن خودرو نداره و خودرو نمیتونه روشن شه. خب
توی چنین مواردی یک خودروی کمکی رو استفاده میکنن، از باتریش کمک میرن که باتری ضعیف رو تقویت کنه و بتونه خودرو رو روشن کنه. چند تا نکته اینجا حائز اهمیته. مورد اول اینه که خودروی کمکی باید حتما و حتما روشن باشه. چرا؟ اگر خودروی کمکی شما خاموش باشه، این باتری کمکی شما هم ممکنه آسیب ببینه. اما اگه روشن باشه، آلترناتور مدام این رو شارژ میکنه و به کمک باتری کمکی، باتری ضعیف میتونه خودرو رو روشن کنه و دیگه باتری کمکی شما آسیب نمیبینه. مورد دوم اینه که شما وقتی میخواید این دو باتری رو به هم دیگه متصل کنید، باید با چه شرایطی متصل کنید؟ ما میگیم باتری ها رو موازی به هم متصل کنید. یعنی چی؟ یعنی قطبهای مثبت که اینجا به رنگ قرمز میبینید رو به هم متصل کنید و قطبهای منفی اینجا به رنگ آبی هست و توی بعضی از باتری ها به رنگ مشکی هست رو به هم متصل کنید. به این حالت میگن موازی، یعنی قطبهای هم نام به هم متصل شدن. خب سعی کنید از کابل و گیره مسی استفاده کنید که رسانایی بالایی داره و باعث میشه که شما کارتون نتیجه بهتری بده. مورد بعدی اینه که سعی کنید از کابل هایی با سایز 4 یا 6 استفاده کنید. از نظر قطر عرض میکنم خدمتون، کابل نازک به هیچ وجه استفاده نکنید، چون آمپر این باتری ها بالا هست، باعث میشه که اون کابل داغ کنه و موجب آتش سوزی شه. خب مورد بعدی اینه که طول کابل رو که استفاده میکنید سعی کنید خیلی زیاد نباشه، چون هرچی طول کابل بیشتر باشه باعث میشه مسیر عبور جریان زیاد بشه و کابلی که شما برای باتری به باتری استفاده میکنید و داغ کنه و موجب آتش سوزی شه. سعی کنید که این موارد رو رعایت کنید و به راحتی میتونید یک باتری به باتری رو انجام بدید بدون هیچ مشکلی و با ایمنی کامل. به نام خدا، تو این جلسه از آموزش میخوام آلترناتور رو خدمتتون معرفی کنم. بعضی از مردم اشتباهاً اون رو دینام مینامن که کاملا اشتباه. آلترناتور با دینام متفاوت است. آلترناتور روی خودرو استفاده میشه، دینام روی قطعات و تجهیزات دیگه استفاده میشه. مثلا روی دوچرخه ما دینام رو داشتیم و توی ماشین آلترناتور رو داریم که با هم دیگه متفاوت هستن و سعی کنید اصلا از کلمه دینام برای آلترناتور استفاده نکنید، از نظر علمی اشتباه است. تصویر رو که میبینی، تصویر یک آلترناتور روی خودرو هست. همه خودروها یک آلترناتور دارن. وظیفه اصلی آلترناتور شارژ باتری هستش. در واقع آلترناتور حرکت میلنگ رو به انرژی الکتریسیته یا برق تبدیل میکنه. یعنی موتور رو وقتی که شما روشن میکنید، میلنگ ماشین در حال چرخش هست. به کمک این قطعه جلوی آلترناتور، آلترناتور میچرخه و تولید برق میکنه و باتری رو شارژ میکنه. خب نحوه اتصال آلترناتور به باتری به صورت موازی هست، یعنی قطبهای همنام اونها به هم متصل هستش. مورد بعدی اینه که آلترناتور ماشین ولتاژ 14 الی 14.5 ولت رو برای ما تولید میکنه. ولتاژ باتری اگه یادتون باشه 12 ولت بود، ولتاژ آلترناتور بیشتره، 14 تا 14.5. این تفاوت ولتاژ یعنی تقریبا نیم ولت تفاوت دارن. با توجه به قطعه‌ای به اسم آفتامات هست که توی آلترناتور هست و این ولتاژ رو برای ما ثابت نگه می‌داره که توی جلسات بعدی باهاش آشنا میشیم و میگیم که چه کاربردی توی آلترناتور برای ما داره. به نام خدا، تو این جلسه از آموزش اجزای آلترناتور رو خدمتتون معرفی میکنم. توی اسلاید اول ما فقط اجزا رو اسم میبریم، توی اسلایدهای بعدی دونه دونه با اونها آشنا میشیم. خب اولین قطعه روتور هستش، بعد استاتور و بعد از اون آفتامات که یکی از قطعات بسیار مهم هستش، بعد از اون کلکتورها هستن و زغالها که بسیار مهم هستن توی تعمیرات آلترناتور، پولی و پنکه هستش، پوسته هستش و دیوت ها که این هم جز قطعات مهم هست. پس آفتامات، زغال ها و دیوت ها جز قطعات اساسی آلترناتور محسوب میشن. حالا میخواییم دونه دونه با این قطعات آشنا بشیم و اونها رو ایبیابی کنیم. قطعه اول روتور هستش. این شکلی رو که میبینید روتور یک آلترناتور هست که اجزای اون رو من براتون اسم گذاری کردم. هر کدوم رو میتونید ببینید و اسم اون رو بخونید و باهاش آشنا بشید. به این قسمت‌های آهنین که روبروی همدیگه وایسادن قطب‌های آهنین یا چنگک‌ها گفته میشه. وقتی که ما به اون سیم پیچ داخل که مشخص هست به رنگ طلایی یک جریان مستقیم بدیم، این قطب‌ها آهنربا میشن و یک در میون قطب N و S میشن. به همین دلیل به اونها قطب‌های آهنین میگن. این کلمه قطب به خاطر آهنربا شدن اینها هستش. خب
از سمت راست ما شروع کنیم، اینها رو چنگک ها یا قطب های آهنین میگن. بعد از اون سیمپیچ رو داریم. رنگ سیمپیچ به رنگ طلایی هستش، از آن اشتباه نکنید، این رنگ روکش سیمپیچ هست. اگر سیمپیچ روکش نداشته باشه قطعا روتور سوخته و دیگه نمیتونه وظیفش رو انجام بده، پس سیمپیچ ما حتما روکش داره. خب یه خورده این ورتر این قسمت کریمی رنگ رو میبینید که پوسته نگه دارنده روتوره. اینجا این قسمت مشکی رنگ رو میبینید که لبه هایی داره، همون پنکه ما هستش. قسمت بعدی اون بولبورینگ هست که روتور میتونه به کمک این بولبورینگ بچرخه، یه قطعه مکانیکی هستش. و قسمت اصلی روتور این دوتا قسمت هستن، کلکتورها هستن. جنس کلکتورها معمولا از نوع مس هست. خب توی این قسمت هم ما میخوایم ایبیابی روتور رو داشته باشیم. ببینید عزیزان، معمولا قسمت روتور عیب اون توی قسمت کلکتورها هستش، یعنی اجزای دیگه روتور خیلی کم آسیب میبینه. بعضی وقتها صدای آلترناتور بلند میشه، موقع کار کردن یک صدایی وجود میاد که مربوط به این بولبورینگ هست. اگر شما بولبورینگ رو عوض کنید صدای اون از بین میره. خب برای عیبیابی روتور که عرض کردم خدمتتون قسمت کلکتورها مهم هست، باید چی کار انجام بدیم؟ دستگاه مولتی متر رو بیایید روی مقاومت تنظیم کنید، یعنی میخوایم اوم رو بسنجیم. مقاومت بین این دوتا کلکتور باید عددی بین 3.5 الا 4.5 اوم باشه. این مفهومش اینه، اگر شما عددی خارج از این محدوده دیدید، یعنی کلکتورهای شما نیاز به تعویض داره. خب عرض کردم اول کلکتور رو باید چک کنیم روی حالت مقاومت. اگر آلترناتور هم صدا تولید می‌کرد ممکنه این بولبورینگ آسیب دیده باشه و نیاز به تعویض داشته باشه. خب قسمت بعدی استاتور هست. این شکل استاتور، استاتور در واقع جایی هست که روتور داخل اون قرار میگیره. استاتور تعدادی سیم پیچ داره که توی این شیارها پیچیده شدن، اون شیارهایی که طبق تصویر بهتون نشون میدم، و 3 تا رشته سیم داره، یعنی در واقع ما 3 تا سیم پیچ داریم و 3 تا رشته سیم داریم. استاتور رو میتونن به دو حالت ستاره و مثلث ببندن که به صورت پیشفرض معمولاً حالت ستاره هستش و 3 تا سیم داره. اون وقتایی که استاتور رو به صورت مثلثی می‌بندن 6 تا سیم پیشه و 6 تا سیم داره که دو به دو با هم متصل شدن و خروجی کار مجدداً 3 تا سیم هست. یعنی دو تا دو تا سیم ها به هم پیچیده شدن که در نهایت در دو تا حالت ما 3 تا سیم خروجی داریم. ولی عرف کار معمولاً اینه که توی استاتور به صورت ستاره سیم پیچ رو می‌بندن. خب بریم ببینیم که قطعات استاتور چی هست. پوسته استاتور رو می‌بینید، اون شیارهای داخل استاتور رو اینجا میبینید و سیم پیچ ها هستن. عرض کردم خدمتتون که معمولا 3 تا سیم پیچ ما داریم. خب برای اینکه این قطعه رو ایبیابی کنیم یه شکل دیگه ای از این قطعه رو من اینجا براتون آوردم. این 3 تا سیمی هست که مربوط به سیم پیچ ها هست. اگر دستگاه مولتی متر رو روی حالت صدا یا بازر قرار بدید، باید بین هر کدوم از این 2 تا سیم که به صورت دلخواه شما انتخاب میکنید، مولتی متر رو که وصل می‌کنید دستگاه شما بگذرن. این مفهومش اینه که سیم پیچ ها به هم متصل هستن. ببین من اینجا براتون نوشتم، باید بین هر دو تا سیمی که شما انتخاب می‌کنید حتما دستگاهتون بوق بزنه. اگر بین مثلا این سیم و این سیم دستگاه شما بوق نزد، یعنی اینکه ارتباط بین این دو تا سیم پیچ قطعه و باید استاتور رو یا عوض کنید یا مجددا سیم پیچی کنید که کار ساده‌ای هم نیستش. خب قطعه بعدی دیود ها هستن. این دیود ها به سیم پیچ استاتور متصل هستن. وظیفه اصلی این دیود ها تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم هستش و از یک هیت سینک معمولا استفاده میشه که باعث شه دمای این دیود ها پایین بیاد و حرارت موجب سوختن و از کار افتادگی اونها نشه. از اونجایی که خود آلترناتور داخل موتور هستش و دمای موتور روی آلترناتور تاثیر میذاره، این هیت سینک رو گذاشتن که باعث بشه دمای این قطعات پایین بیاد. خب عرض کردم که جریان متناوب رو این دیودها به جریان مستقیم تبدیل می‌کنن. خب جریان متناوب هم که براتون مثال زدم، جریان متناوب در واقع میشه گفت همون برق منزل شما جریان متناوبه. جریان مستقیم هم همون باتری خودرو هستش. از اونجایی که باتری مستقیم هست ما باید با جریان مستقیم اون رو شارژ کنیم. پس این دیودها میان جریان متناوب رو به جریان مستقیم تبدیل می‌کنن که ما بتونیم باتری خودرو رو شارژ کنیم. خب ایبیابی این دیودها چیه؟ این عکس یک دیود هستش. اگر دیده باشید توی اکثر قطعات برقی ازش استفاده شده. توی آلترناتور هم ما داریم. شما باید دستگاه مالتی‌متر رو روی حالت دیود قرار بدید.
دقت داشته باشید، پراب مشکی رنگ یعنی منفی رو باید به سمت کاتور یعنی این قسمتی که سفید رنگ هست بزنید و پراب مثبت و قرمز رنگ رو به این سمت بزنید. به صورت شکل براتون هم قرار دادم، باید عددی بین نیم یا 0.6 ولت رو بهتون نشون بده. بعضا این عدد میتونه متغیر باشه، با توجه به ساختار دیود این عدد متفاوت هستش، یعنی شما ممکنه نیم، 0.55 یا 0.6 یا بعضی از دیودها حتی 0.7 رو هم ببینید. اگر عدد صفر یا عددهای بسیار بزرگتر از این بازده رو دیدید، نشون میده که دیود شما خراب شده و باید اون رو تعویض کنید. خب قطعه بعدی پوسته آلترناتور هست. خب این پوسته جنسش از آلومینیوم هست، دو تیکه هست، تیکه جلوی تیکه عقبی به وسیله پیچ به هم متصل میشن و اجزای آلترناتور درون این پوسته قرار میگیره. مهمتر از اون دو تا بولبورینگ قرار داره که به کمک این بولبورینگ ها چرخش آلترناتور انجام میشه. خب اینجا عکس یک آلترناتور رو میبینید، این قسمت رو که میبینید پوسته جلویی هست و این قسمت هم پوسته عقبی، که اینجا اگر این پیچ رو مشاهده کنید به کمک این پیچ های بلند که معمولا سایز اونها 8 هست، این دوتا پوسته و هم دیگه متصل شدن و اجزای آلترناتور داخل این پوسته ها قرار داره. خب یکی از قطعات مهم و کاربردی آلترناتور که معمولا هم خرابی نداره خود پولی هستش. این پولی ها میتونه به رنگ طلایی باشه، میتونه به رنگ مشکی باشه، اصلا رنگ اون هیچ تأثیری توی کاربردش نداره. این شیارهایی که میبینید برای اینه که تسمه داخل این شیارها قرار بگیره و پولی رو بچرخونه. وقتی که پولی میچرخه آلترناتور شروع به کار میکنه و موجب تولید برق میشه، برق هم متناوب تولید میکنه، بعد به کمک دیودها به مستقیم تبدیل میشه و موجب شارژ باتری میشه. خب محل قرارگیری این پولی در واقع تسمه دینام هست. چرا ما کلمه دینام رو استفاده میکنیم؟ اگر شما توی لوازم یدکی‌ها تشریف ببرید بخواید بگید تسمه آلترناتور من میخوام بخرم، شاید اصلا فروشنده متوجه منظور شما نشه، چون توی مغازه ها لوازم یدکی‌ها عرف هست که از کلمه تسمه دینام استفاده میشه. شما ایرادی نداره، میتونید از این کلمه استفاده کنید، اما بدونید اصل اون از نظر علمی همون تسمه آلترناتور هستش. خب مورد بعدی زغال های در واقع آلترناتور هستن. این زغال ها روی کلکتورها قرار میگیرن و جریان رو وصل میکنن. خب جنس جازوغالی در واقع اون قسمتی که زغال توش قرار میگیره باید از نوع پلاستیک باشه، غیر رسانا باشه و عایق باشه. عرض کردم زغال ها روی کلکتورها قرار میگیرن، اگر ارتباط زغال با کلکتور قطع بشه آلترناتور دیگه نمیتونه وظیفش رو انجام بده. خب برای اینکه اتصال زغال ها به کلکتورها همیشه انجام بشه یک فنری انتهای زغال میذارن، به مرور زمان بر اثر کارکرد آلترناتور طول زغال کوتاه میشه، این فنر هم مدام این زغال ها رو به سمت جلو هول میده که به کلکتورها متصل باشن. اما تا حدی این اتفاق میفته که زغال یک طول حداقلی رو داشته باشه، اگر بیش از حد طول اون کوتاه بشه دیگه اون فنر هم جوابگو نیست و باید زغال ها رو حتما عوض کنیم. خب پس ایبیابی زغال ما میگیم زغال ما سالمه اگر طول زغال مناسب باشه. منظور از مناسب بودن اینه که ما نمیتونیم بگیم یک سانتی متر خاصی، مثلا بگیم زغال شما باید 3 سانتی متر باشه، نه، باید شما با توجه به آلترناتورتون نگاه کنید، یک معیار نسبی توی ذهنتون داشته باشید و اگر خواستید یک آلترناتور رو تعمیر کنید از اون استفاده کنید، یا میتونید برید توی لوازم یدکی ها متناسب با اون آلترناتوری که دارید زغال تهیه کنید و اگر زغال یک آلترناتور خراب شد با توجه به اون زغال نوعی که دارید میتونید تست کنید ببینید این زغال کوتاه هستش یا نه. پس همیشه باید طول زغال انقدر باشه که ارتباطش با کلکتور قطع نشه. معیوب بودنش هم اینه که طول زغال شما کوتاه باشه و دیگه به کلکتور دسترسی نداشته باشه، پس ارتباط قطع هستش. یکی از قطعاتی که به مرور زمان نیاز به تعویض داره توی آلترناتور و بسیار مهم هست همین زغال ها هستن. خب قطعه بعدی آفتامات هست. تصویر آفتامات رو دارید اینجا میبینید، چند جور مختلف داره، یعنی هر دو سه مدل از آلترناتورها از یک آفتامات خاصی استفاده میکنن. خب معمولا شکل رایجش این شکلیه. وظیفه آفتامات اینه که شارژ باتری رو کنترل کنه، یعنی نظر باتری بیش از حد شارژ بشه، در واقع ولتاژ آلترناتور رو بین 14 الی 14.5 ولت تنظیم میکنه. این نیم ولت تفاوت با توجه به آفتامات تعیین میشه. بعضی از آفتامات ها طوری هستند، مثلا 14 ولت رو تنظیم میکنن، بعضی هاشون 14 و مثلا 1/10، حالا متفاوت است. تو این بازه میتونه تغییر کنه، اما نه عددش تغییر کنه، با توجه به آفتامات یکی از این اعداد تعیین میشه، مثلا 14.2، مثلا 14.4.
اون عدد متناسب با اون آفتامات تعیین میشه و دیگه ثابت هستش. یعنی ولتاژ خروجی آلترناتور به کمک آفتامات تعیین میشه و ثابت هستش، متغیر نیست. این باعث میشه که دقیقا ما یک ولتاژ ثابتی رو داشته باشیم وقتی که خودرو روشنه و باتری با اون ولتاژ ثابت در حال شارژ هستش. خب ABAB آفتامات چیه؟ اگر خودرو روشن باشه ما ولتاژ دو سر باتری رو بگیریم، عرض کردم باید 14 الی 14.5 ولت ثابت باشه. این مفهومش اینه که آفتامات ما داره درست عمل میکنه. خب یک نکته مهمتر اینه که شما اگر خودروتون روشن باشه، ولتاژ مثلا 14 ولت رو دارید میبینید، پاتون رو روی پدال گاز بذارید نباید ولتاژ تغییر کنه. یعنی توی آلترناتور خودرو عین دینام نیست، تفاوت آلترناتور با دینام اینه. شما هرچی گاز بدید سرعت چرخش میلنگ بیشتره، طبیعتا سرعت چرخش آلترناتور هم بیشتره، باید ولتاژ بیشتری تولید کنه. اما خیر، آفتامات جلوی این کار رو میگیره. توی مبحث دینام ما این رو داریم، یعنی هرچی شما چرخش رو بیشتر کنید ولتاژ بیشتری تولید میشه، اما توی آلترناتور هرچی شما پدال گاز رو بیشتر فشار بدید نباید ولتاژ تغییری بکنه. اگر تغییری دیدید یعنی اون آفتامات آلترناتور آسیب دیده. خب یعنی عرض کردم، خب پدال گاز رو ما فشار میدیم، اگر ولتاژ تغییر کرد یعنی آفتامات ما معیوب هستش و نیاز داریم که آفتامات رو تعویض کنیم. گفتم دیود ها بسیار مهم بودن، زغال ها بسیار مهم بودن، آفتامات هم بسیار مهم هستن. اینا قطعاتی هستن که توی آلترناتور معمولا خراب میشن و نیاز به تعمیر و تعویض دارن. امیدوارم از این جلسه آموزش بهره لازم کافی رو برده باشید.